برنامه‌ای که مشاهده می‌کنید توسط سازمان ایلام تهیه شده و مسئولیت تمامی محتوای آن به عهده این مؤسسه می‌باشد. از لحاظ مالی تو سطح خوبی بودم و هر چیزی رو که یه دختر جوان آرزو داشت و من داشتم، ولی خودم احساس می‌کردم که یه موجود بی‌ارزش هستم. سلام دوستان، یک بار دیگه با برنامه شفای شکست دلان در خدمتتون هستیم با یک داستان زندگی تازه. و داستان زندگی خواهری رو که با هم خواهیم شنید، ایشون با اینکه تو زندگیشون همه چیز داشتن، تحصیلات عالیه و ثروت، ولی احساس بی‌ارزشی و پوچی میکردن تو زندگیشون، تا اینکه خداوند زندگی ایشون رو دگرگون میکنه. پس اگه مایل باشی تا آخر برنامه با ما همراه باشی. من توی شهر شیراز توی خانواده خیلی با محبت و مرفعی به دنیا اومدم و دوران کودکی خیلی خوبی داشتم. همیشه در آغوش محبت و توجه پدر و مادرم بودم و از لحاظ تحصیلی و مدرسه رفتن هیچ مشکلی نداشتم و توی بهترین مدرسه ها درس خوندم. یادم میاد که دوره راهنمایی و دبیرستانم رو توی مدرسه تیسوشان درس خوندم. فروغ برای ادامه تحصیل به خارج از کشور سفر می‌کند و بعد از مدتی در یکی از بهترین دانشگاه‌های پزشکی شروع به تحصیل می‌کند. سال آخر رشته پزشکی بودم که یه روز با یکی از دوستان تصمیم گرفتیم که بریم به نمایشگاهی که مربوط به اون اعمال مذهبی و مذهب خودم بود. اون روزی که رفته بودیم اونجا یه تابلوی توی اون نمایشگاه بود، من شروع کردم به خوندن اون تابلو و وقتی که اون تابلو رو خوندم یه دفعه یک احساس خیلی بدی تو دل من اومد و احساس سنگینی خیلی شدید کردم. از اون روز به بعد، بعد از اون اتفاقی که توی نمایشگاه برای من افتاد، یه سری مشکلات و یه سری اتفاقای ناگهانی شروع به اتفاق افتادن تو زندگی من کردن و من از اون لحظه شروع کردم به افسرده شدن و یه طوری شده بودم که دیگه نمیتونستم بخوابم، مشکل خواب پیدا کردم، از لحاظ عاطفی خیلی پایین بودم و کاملا افسرده شده بودم، طوری که مجبور شدم از دارو استفاده کنم که بتونم بخوابم. این موضوع نزدیک یکی دو ماه طول کشید و من توی این مدت خیلی خیلی درد میکشیدم، خیلی رنج داشتم. حتی تمام رابطه ها، مثلا توی سر کارم که میرفتم بیمارستان به مشکل برمیخوردم، چون اینقدر اعصاب خردی داشتم که نمیتونستم با مردم درست ارتباط برقرار کنم، حتی کارم هم نمیتونستم درست تمرکز کنم. بالاخره تصمیم گرفتم که دوباره به دوستم زنگ بزنم و بگم که مقصر اون بوده که این اتفاقات تو زندگی من داره میفته. وقتی به اون زنگ زدم، اون به من پیشنهاد کرد، گفت که خب تو باید دعا کنی و کارهای مذهبی انجام بدی تا این چیزها، این مشکلات تو برطرف بشه. منم به پیشنهاد اون شروع کردم به دعا کردم، به دعاهای مذهبی خودم، به اون خدایی که میشناختم دعا کردم و توقع داشتم که یه تغییری تو شرایط من ایجاد بشه و من به حالت عادی زندگی خودم برگردم. ولی نه تنها این که اون مشکلات برطرف نشد و وضعیت من بهتر نشد و من به حالت عادی برنگشتم، بلکه اوضاع هر روز بدتر و بدتر میشد. اگر بخوام توضیح بدم که چه وضعیتی داشتم، واقعا همون به یاد آوردن اون وضعیتم الان منو ناراحت میکنه. تبدیل شده بودم به یه موجودی که فکر میکردم هیچ ارزشی دیگه ندارم، با وجودی که همه چیز داشتم. خب از لحاظ تحصیلاتی توی سطح بالای اجتماعی بودم، از لحاظ مالی تو سطح خوبی بودم و
هر چیزی رو که یه دختر جوان آرزو داشت و من داشتم، ولی خودم احساس میکردم که یه موجود بی‌ارزش هستم و کثیف هستم و انگار احساس میکردم که توی یک زندان گرفتار شدم و در تاریکی مطلق بودم. احساس میکردم که هیچ احساسی دیگه ندارم و نمیتونم با هیچ کس دیگه ارتباط برقرار کنم و تمام فکرم مشغول بود به این که بالاخره یه روزی خودم رو بکشم و از این وضعیت نجات پیدا کنم. با وجود اون همه دعاهایی که کرده بودم، هیچ تغییری تو وضعیتم ایجاد نشده بود و من دیگه به این اعتقاد رسیده بودم که خدایی وجود نداره و تمام این صحبتهای مذهب اینا همش بیمعنی هستن. و یه روز وقتی که داشتم از میرفتم سر کار، یه نفر رو دیدم که نزدیک کلیسا نشسته بود و از من پول میخواست. من به او یه مقداری پول دادم و اون برای من دعا کرد، گفت که امیدوارم که خدای من تو رو برکت بده. و من وقتی که گذشتم توی دلم بهش خندیدم و مسخرش کردم، گفتم که آره، مثل این که اصلا خدای وجود نداره که اینطوری به من میگه. وقتی که شب برگشتم خونه، باز هم توی همون کشمکش فکری بودم که خدا وجود نداره و این زندگی دیگه ارزش زنده موندن نداره و هیچ چیزی دیگه منو نمیتونه نگه داره اینجا. خیلی عصبانی بودم و به خدا گفتم که اگر تو واقعا خدا هستی، تو وجود داری، من 3 روز به تو مهلت میدم که تو من از این وضعیت نجات بدی. اگر این کارو نکردی، من 3 روز دیگه خودم رو میکشم. دوستان عزیز، شما تو زندگیتون چه احساسی دارید؟ آیا تا حالا احساس بی‌ارزشی و بی‌هدفی و پوچی کردید؟ من یادمه که خودم منم مثل خواهرم و فروخ تو زندگیم احساس پوچی میکردم. با اینکه تو رشته هنر بودم، تحصیلات داشتم و خب به هر حال رشته خوبی داشتم، از موسیقی لذت میبردم، دوستای خوبی داشتم، ولی این احساس واقعا منو اذیت میکرد تا اینکه خدا زندگی منو عوض کرد. خدا رو شکر واقعا. ولی خب خیلی از انسان ها هستن که این مشکل رو دارن، این بله. احساس کم ارزشی رو دارن، حالا چه افرادی که موقعیت اجتماعیشون نامناسب هست، چه افرادی که دیدیم موقعیت اجتماعی خیلی خوبی دارن. این احساس بر نمیگرده به وضعیت زندگی ما. در واقع انگار که یک دونه هستش که شیطان میخواد توی زندگی های ما بکاره که ما اون ارزشی که خداوند به ما داده رو درک نکنیم. توی کتاب مقدس چقدر در موردی که ما در خداوند ارزش داریم صحبت کرده. همون اولی کتاب مقدس وقتی میخونی میگه خدا ما رو به شباهت خودش آفرید. چه چیزی از این ارزشمندتر واقعا؟ چه چیزی که ما شادمان هستیم از اینکه ما شبیه خدا هستیم؟ خیلی چیزهای دیگه میگه که وقتی که در واقع بیشتر به این کلمات ما پی میبریم و وقتی که متوجه میشیم که چه مقام و ارزشی در حضور خدا داریم. کلام خدا بله همینطور که شما گفتید ما رو فرزندان، پادشاهان، کاهنان و اسمای خیلی خیلی بزرگ و زیبایی که حقیقت داره به ما داده و وقتی اینا رو درک میکنیم چقدر زندگیمون اون موقع با معنا میشه. واقعا خدا رو شکر. عزیزان اگر شما الان این احساس رو دارید، این احساس بی ارزشی و پوچی رو دارید، بدونی که خدا میخواد امروز اون ارزشی که به شما داده رو به شما نشون بده. پس در ادامه برنامه با ما باشید، ما باز در خدمتتون خواهیم بود. من فکر میکنم وهله اول نجات از گناهه، نجات از یه زندگی بی ثمره. یعنی خداوند در وهله اول هدفش این بوده که ما درست زندگی کنیم، خوب زندگی کنیم و به شباهت خودش. خب پس نقشه نجات این هستش که از گناه نجات پیدا کنیم، از یک زندگی بی هدف و نادرست. من فکر کنم این میتونه یه مسئله خیلی مهمی باشه تو نقشه عالی نجات. خیلی تو یه جمله بخوایم بگیم، عیسی مسیح. بعد واقعا خدا میخواد این بشر سقوط کرده رو دوباره بیاره به همون جایگاهی که بود. ما اون جایگاهمون از دست دادیم و خدا با قربانی کردن پسر یگانش
تنها پاره تنش، یعنی اونو میخواد که ما رو دوباره به همون جایگاهمون بیاره و ما رو نجات بده. خدا واقعا دوست داره که ما آزاد زندگی کنیم، منتها اون آزادی که نه دنیا منظورش هست، آزادی از فکرای مشغولی که هستین، آزادی از هر وابستگی که تو دنیا هست. به خاطر همین وقتی که ما ایمان میاریم از این وابستگی‌های دنیا آزاد میشیم و اون آرامش فکر به ما میده. خب قطعا، چون انسان خودش به خودی خودش نمیتونست خودش از اون مسیر تباهی که توش بود نجات، خدا تصمیم گرفت که بیاد انسان رو نجات بده، پس پسر خودش رو قربانی کرد، پسر خودش رو فدا کرد تا بنی بشر با ایمان به اون، با اینکه با کاری که خدا انجام داد از اون مسیر نجات پیدا کرد، از اون مسیر که رو به گناه، رو به از بین رفتن بود. خدا رو شکر از این که خدا من برای تک تک ما انسان ها ارزش قائل هستش و همچنین نه تنها ارزش قائل بلکه یک نقشه و یک اراده برای تک تک ما انسان ها داره. وقتی که ما نگاه میکنیم به وعده هایی که توی کتاب مقدس هست، به چیزهایی که وقتی که میخونیم وای خدا چه ارزشی برای ما قرار داده، چه قلبمون پر از شکرگزاری میشه واقعا. درسته، چون که خدا ذاتش محبت، خدا ذاتش اینه که در واقع به ما اون ارزش و مقامی که از همون ابتدا، همونطور که شما فرمودید تو قسمت درسته. اول که خدا ما رو به شباهت خودش ساخته، چقدر برای ما احترام و ارزش قائله، در صورتی که خیلی از انسان‌ها اینو متاسفانه نمی‌دونن، فکر می‌کنن که خدا اون دور دورا، اون بالا بالاها نشسته و ما رو به حال خودمون رها کرده که تو سر و کله همدیگه بزنیم، ولی این عزیزان درست نیست. خدا واقعاً عاشق ماست. خدا رو شکر. همونطور یک مثالی هست توی کتاب مقدس در مورد سکه گم شده، در واقع در مورد یک انسانی هست که گم شده، شخصی 10 درهم پول داشته، اون زمانم خیلی پول زیادی نبوده، 1 درهمش گم میشه و اون زن تمامی خونه رو جارو میکنه، تمام یک چراغی رو روشن میکنه که تمام بره تمامی نقاط خونه رو بگرده که اون سکه رو پیدا بکنه. این مثالی که عیسی مسیح تو انجیل لوقا زده برای اینکه ماها انسان‌ها هم گم شدیم و خدا دنبال ما بوده که ما رو پیدا بکنه. پس چه چیزی ارزشمندتر از این که خدا دنبال انسان‌های گم شده هست؟ و شما بیننده عزیز که شما خودتون رو در چنین حالتی احساس می‌کنید، بدونید که خدا دنبال شما هست و برای شما یک نقشه عالی داره، یک برکت خاص امروز می‌خواد به شما عطا بکنه. بله، و همینطور تو این بقیه این داستان میگه که وقتی این زن این سکه رو پیدا می‌کنه، میره به همه میگه و شادی می‌کنه، و کتاب مقدس میگه که وقتی یک نفر که وقتی که به خدا میاد، وقتی که قلبش برای خدا میشه و نجات پیدا میکنه، تمام آسمان فرشته‌ها جشن میگیرن. بله، شکر واقعا، شکر که واقعا خدا این ارزش رو به همه ما انسان ها داده. حالا ببینیم ادامه زندگی خواهرمون فروغ چطوری میگذره، پس در ادامه هم با ما همراه باشید. وقتی که خدا رو تهدید کردم که تو اگر وجود داری بیا و منو نجات بده، همین طوری که داشتم این صحبت رو می‌کردم، یه فکری اومد به ذهنم و گفتم که خیلی خوب، من الان نزدیک به چند ماهه که اسم خدا رو صدا می‌زنم و هیچ تغییری تو زندگی من ایجاد نمیشه. اسم هر کسی رو که میشناختم که ممکنه به من کمک کنه به خاطر اثر، به خاطر اون قدرت روحانی که داره، هم توی این افکار بودم که یادم افتاد به عیسی مسیح و گفتم که چرا من اسم عیسی مسیح رو صدا نزدم؟ مردم میگن که عیسی مسیح زنده است و میشنوه، من که دیگه راهی ندارم، 3 روزم دیگه بیشتر وقت ندارم که زنده بمونم، روز سوم میخوام خودم رو بکشم، ولی بیا این راه رو امتحان کنم. خودم با خودم صحبت میکردم و همون لحظه گفتم به عیسی مسیح، گفتم که اگر تو عیسی مسیح، اگر تو زنده هستی، خودتو به من نشون بده، یا لااقل میتونی یه کاری کنی که من شب بخوابم. بعد از چند دقیقه من خوابم برد و فردای اون روز از خواب بیدار شدم و احساس میکردم که یه احساس جدیدی تو دل من به وجود اومده و احساس خوبی بود، یه چیزی بود که چند وقت بود اونو نداشتم، یک احساسی اومده بود توی دل من، منی که
به یه موجود سنگدل و بیرحمی که هیچ کسی دیگه هم برام ارزش نداشت، خودم هم برای خودم ارزش نداشتم، تبدیل شده بودم. اون روز فهمیدم که یه اتفاقی افتاده و یه چیزی مثل اینکه یک دری روی زندگی من باز شده. دوباره همون روز دوباره دعا کردم به عیسی مسیح و این بار به عیسی مسیح گفتم اگر تو واقعا زنده هستی یه کاری کن که من از این وضعیت نجات پیدا کنم، اگر این کارو نکردی من دیگه روز سوم حتما خودم رو میکشم و از این زندگی راحت میشم. همان شب حضور پرمحبت و عظیم عیسی مسیح تمام فضای اتاق و وجود فروغ را در بر گرفت. فردای اون روز موقعی که از خواب بیدار شدم احساس کردم که یک آرامش خیلی خاص و یک امنیت جدید اومده بود اونجا. با وجود که دوست داشتم اونجا بازم بشینم و اون آرامش رو به خودم جذب کنم و اون امنیتی که سالها نداشتم رو تجربه کنم، با یه حالتی اومدم بیرون چون نمیتونستم اونو درک کنم. انقدر زیاد بود که انگار من گنجایش دریافتش رو نداشتم. دوباره وقتی که برگشتم به اتاقم انتظار نداشتم که اون حضور رو دوباره تجربه کنم. من اون حضور هنوز توی اتاق من بود و منتظر من بود که برم. من اونو به اون صورت نمیشناختم ولی اون منو میشناخت و این دفعه اسم منو صدا زد و گفت که اسم منو آورد و گفت که به تو میگویم برخیز و برو. و من چند دقیقه بعدش خودم رو توی کلیسایی دیدم که خیلی نزدیک محل زندگی من بود. وقتی رفتم توی کلیسا دیدم یک نور خیلی عجیبی اونجا تمام فضای کلیسا رو گرفته و همه دارن خدا رو پرستش میکنن. منم ناخودآگاه شروع کردم به پرستیدن و دوباره اون صدا به من گفت که من پروردگار تو هستم، به من ایمان بیار. و من اون لحظه فهمیدم که عیسی مسیح خدا هست و من به او ایمان آوردم و قلب و زندگیم رو دادم دست عیسی مسیح. و از اون لحظه به بعد بود که او اومد وارد زندگی من شد و منو از اون مشکلاتی که داشتم، از اون وضعیتی که داشتم نجات داد و منو شفا داد. من تبدیل به یک آدم دیگه شدم و من اینو که چندین ماه افسرده بودم و مشکل خواب داشتم و احساس بی‌ارزشی و حقارت می‌کردم و در عمق سیاه‌چال خودم رو حس می‌کردم، مسیح اومد و منو از اون تاریکی و ظلمت بیرون آورد و به من یک زندگی جدید داد. منی که می‌خواستم خودم رو از بین ببرم و می‌خواستم زندگیمو تموم کنم، مسیح اومد و یک زندگی جدید به من داد و از اون به بعد من هیچ وقت دیگه به فکر خودکشی نیفتادم، هیچ وقت افسرده نبودم و بیماری خوابم نداشتم. و با اون زندگی جدید و قوت جدیدی که مسیح به من هدیه کرد، من تونستم با موفقیت رشته پزشکی رو تموم کنم و بعدم در رشته جراحی بسته دستگاه گوارش تخصصم رو بگیرم و یک سال هم بین بیماری سرطانی کار کردم. و بعد از اینکه چند سال از ایمان من گذشت، عیسی مسیح از من خواست که من اونو خدمت کنم با همون علمی که داشتم و با اون محبتی که اون در دل من گذاشته بود که به افراد بدم و همچنین با کلامش و با پرستیدن او بتونم مردم رو خدمت کنم و اونا رو به عیسی مسیح معرفی کنم. خدا رو شکر، واقعا چقدر زیبا و عالی خدا زندگی خواهرم فروغ رو دگرگون کرد و اون احساس بی‌ارزشی و احساس در واقع پوچی رو از قلب او برداشت و الان احساس خیلی عالی داره، چون که میدونه که کی هست، میدونه که فرزند خداست، میدونه که چه ارزشی برای خدا داره. اگه یادتون باشه منم دقیقاً همونطور که اول برنامه گفتم، منم این احساس پوچی رو داشتم تا موقعی که واقعا با خداوند عیسی مسیح آشنا شدم و فهمیدم چقدر خدا برای من ارزش قائله. فهمیدم که چقدر واقعا خدا برای من برنامه‌ها و نقشه‌های عالی و بی‌نظیری داره. و خدا رو شکر امروز همین نقشه، همین زندگی عالی رو خدا برای تو دوست عزیزم داره.
خدا رو شکر واقعا خدای نرزشو میده. الان وقتی خواهر فروغ رو میبینیم که با چه قلبی پر از محبت دیگران رو خدمت میکنه و باعث میشه که دیگران هم این ارزشی که گم کردن، ارزشی که متوجه نشدن، واقعا پیدا بکنن در خداوند. عزیزان اگر شما هم همین مشکل رو دارید، اگر فکر میکنید بی ارزش هستید و زندگی پوچی دارید، بدونید که خدا یک ارزش بزرگ برای شما داده. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند عیسی مسیح به این دنیا اومد به خاطر من و به خاطر شما، به خاطر تک تک ما انسان‌ها در واقع، که گناهان ما رو برداره بر روی صلیب خودش و کفاره گناهان ما رو بشه در واقع، که وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم پاک شمارده میشیم، نه به خاطر کارهای خودمون بلکه به خاطر فیض خداوند که نصیب ما شده. پس این ارزش رو خدا به شما داده عزیزان که فرزندش بشید و نذارید شیطان این ارزش از شما بدزده، بلکه با قوت و با مس خدا این ارزش رو قبول بکنید و بدونید که زندگیتون در دستای خداونده و زندگیتون رو خدا میخواد عوض بکنه واقعا. آمین. بله واقعا خدا رو شکر. چقدر عالیه که خدا اینقدر برای ما ارزش قائله و این همه ما رو دوست داره. خب ما هم شما رو دوست داریم دوستان و میخواییم که براتون دعا کنیم در قسمت دیگه ای از برنامه و با هم دیگه متحد بشیم، خدا رو با تمام قلبمون، با پرستش، با سرود، با موسیقی بپرستیم. پس میخواییم که تشویقتون کنیم که در ادامه برنامه با ما باشید. ارزش‌های زیادی به ما داده، اقتدارهای زیادی به ما داده که ما بعضی وقتا یادمون میره اونا رو استفاده کنیم. یکی از چیزایی که رو من خودم خیلی اثر گذاشت که تو میتونستم خدا رو پدر صدا کنم. این خیلی به من احساس آرامش میده، دارم با پدرم راز و نیاز میکنم، صحبت میکنم. ما برای خدا ارزش ما فرزند خدا هستیم. بعد ما برای خدا به عنوان عیسی مسیح پسر ارشد و ما برادران حساب میشیم و خداوند واقعا ما برای خدا خیلی ارزش بسیاری داریم که خدا اون کار بسیار عظیم رو برای ما انجام داد. خب ما آیات زیادی تو کتاب مقدس داریم که در وهله اول اینقدر بها به ما داده که خداوند میگه من بشر رو به شباهت خودم آفریدم و این یه چیز بسیار ارزشمندیه. بعد از اون توی عهد جدید ما آیات زیاد داریم که به وضوح میبینیم ما فرزند خداوند هستیم و این واقعا من فکر میکنم برای ما بزرگترین افتخاره که فرزند خداوند باشیم. همونجوری که کلام خدا میگه ما وارثان خدا هستیم، ما فرزندان خدا هستیم، هم ارث با مسیح. دوستان عزیز، شاید شما هم تو زندگیتون مثل فروغ خیلی از چیزها رو داشتید، شاید ثروت، تحصیلات و هر چیزی که میخواستید داشتید، ولی آرامش و اون در واقع عشق و محبتی رو که همیشه دنبالش بودید پیدا نکردید. شاید هیچ چیز نتونست اون خلای درونی زندگی شما رو پر کنه، ولی شکر میکنم که وقتی که زندگیتون رو تقدیم خدا میکنید، خدا بهترین ها رو به شما میده. میخواییم الان با هم سرودی رو بخونیم که تو این سرود در واقع خودمون رو تقدیم خدا میکنیم و خدا قادره که زندگی عالی، زندگی بی‌نظیر به شما عطا کنه. تقدیم نمایم خود را با هم، ای روح خدا شکر هدیه نمود سارا به ما مال جا تو صخره من پدر ای سرور من شکر هدیه نمودی ای سارا Yeah.
خدا رو شکر، خدا رو شکر که فرصتیه که واقعا خودمون رو، زندگیمون رو به حضور خداوند بلند بکنیم، در واقع تقدیم بکنیم. عزیزان اگر شما هم تو زندگیتون از افسردگی رنج میبرید، امروز شفای خداوند به فراوانی میخواد وارد زندگی شما عزیزان بشه و با هم دعا میکنیم. ای خداوند، ای خدای زنده، ای خدایی که شادی حقیقی نزد توست، ای خدایی که حیات ابدی نزد توست، ای خداوند خودمون رو تقدیم حضور تو کردیم. ای خداوند عزیزانی که با ما دارن دعا میکنن، خداوند زندگیشون رو، تمامی وجودشون رو خداوند رو تقدیم تو کردن که باشه که تو تقدیس کنی، تو مبارک بگردونی، اگر افسردگی هست تو آزاد بکنی و تو شفا ببخشی. ای خداوند شادی خودت رو وارد زندگی این عزیزان بگردون. ای خداوند به نام عیسی مسیح دعا کردم، با شکرگزاری که تو خدای زنده، دعای ما رو میشنوی و عمل میکنی. آمین. ای خداوند عزیز، بله دوستان، خدا واقعا این دعایی که شما با تمام قلبتون در حضور او آوردید شنید و خدا به دعاهای شما جواب میده، چون که کلام خدا میگه خدا نزدیک شکست دلان است. اگه شما دلتون شکسته، اگه احساس پوچی میکنید با اینکه همه چیز دارید ولی احساس میکنید که هیچ چیز ندارید، بله خدا میتونه که اون خلأ درونی شما رو پر بکنه و محبت خودش رو در زندگی شما لبریز کنه. خوشحال میشیم که از شما ما بشنویم که بعد از این دعای عالی و زیبا چه اتفاقی در زندگی شما افتاده. بله واقعا خدا رو شکر که خداوند با حضور پر از مهر و محبتش و با حضوری که پر از آرامیه دعاهای ما رو در بر میگیره و تمامی وجود ما رو در بر میگیره. پس این حضور با شما هست عزیزان. ما خیلی دوست داریم که از شما بشنویم. اگر انتقاد و پیشنهادی هم دارید خیلی خوشحال میشیم که با ما تماس بگیرید با آدرس ایمیل ما که tv@kalame.com هست و با شماره تلفن ما که 2044-483-410-933 هست. منتظر تماسهای شما عزیزان هستیم. خداوند یار و نگهدار شما دوستان عزیز ما باشه و برکت و سلامتی او دائما و هر روزه در زندگی شما جاری باشه. آمین. خداوند یار و نگهدارتون. خدا نگهدارتون.